ای مرد تو خوانده شدی تو از خانه و باغ زندگیت محافظت کنی و ای زن تو مست شدی تا حکمت خدا در خانه و خانوادت باشی زمان زمان پشمردگی نیست زمان زمانی که همش گریه بکنی بگی من ضعیفم نیست زمان زمانی که ضعیفان در حضور خداوند قوتی تازه خواهند یافت افتادن برای همه آدم ها تو دنیاست اما قوت بلند شدن برای من و تو در مسیح است. وقتی که تو فشارها هستی خداوند را بخوان خداوند نزدیکتر از هر وقت دیگه با تو هست وقتی در روزهای سخت هستی با قوت اعلام کن خداوند من ولی من حکم من نجات من پادشاه من زنده است و من از اون روزهای سخت خواهد رهانید روح خدا تو رو مس کرده تا فقیران را بشارت دهی او تو را فرستاده تا دل شکستگان را التیام بخشی بس دیگه نگو هستم تو در مسیح قوت انجام هر کار نیکویی رو داری مسیح میگه هر کی به من ایمان بیاره چشمه های نهر حیات از درونش جاری میشه اگه باور داری آنچه که اعلام میکنی از خداست پس منتظر باش تا اون رو دریافت کنی خداوندی که هم بر دنیای جسمانی و هم بر دنیای روحانی حاکمه خدایی که تمام قدرت ها زیر پاهای اوست پس بیایید به آن خدایی که ما را به پادشاهی جلال خود دعوت کرده رفتار کنیم در نام عیسی مسیح خداوند خدمت شما خواهر و برادران عزیزم در مسیح عیسی وقت به خیر میگم و صلح و سلامتی خدا رو بر شما اعلام میکنم باشد که به نام عیسی مسیح امروز در جلسه واد پرستشی میرسید اعلام زنده که حضور دارید آمین که آسمان برای شما گشاده و گوشهای ما به صدای خدا باز و چشمان ما بینا به جلال خداوند باشد که امروز هر کدوم از ما یک ملاقات متفاوت و زیبا با خداوند داشته باشیم خوشحالیم که امروز با هم هستیم و میتونیم یک شنبه مبارکی را در حضور و خداوند داشته باشیم یک شنبه ها یا روزهای کلیسایی فرق نمی کنه روزهای عبادت و پرستش روزهای بسیار خاصیه قلب ما مشتاق حضور و خداونده و هر بار دوست داریم که یک ملاقاتی تازه یک صدای تازه یک نبوتی تازه یه پیغامی تازه و یک تجربه تازه از حضور خداوند داشته باشیم و چقدر بیشتر خود خداوند خوشحال از این که ما در حضور او هستیم و خدا میخواد که ما در حضور او زیست بکنیم در حضور او زندگی کنیم در حضور او بخرامیم و کامل بشیم اگه باشه در هفته گذشته درباره این صحبت کردیم که قدرت کلام و لوگوس زمانی جای قدرت پیدا میکنه که ما در جایگاه درست ایستادیم و خدا هر کدوم از ما رو در جایگاهی قرار داده هر کدوم از ما پوزیشن ها و جایگاه های مختلف داریم یک مرد میتونه فرزند باشه یک مرد میتونه پدر باشه یک مرد میتونه شوهر باشه یک مرد میتونه برادر باشه یک زن میتونه همسر باشه یک زن میتونه مادر باشه یک زن میتونه خواهر باشه پس هر کدوم از ما میبینیم در آن واحد که کسی هستیم در جایگاه های مختلف موقعیت ها و مناسبت های مختلفی داریم پوزیشن های مختلفی داریم و این خیلی مهمه که در واقع ما بدونیم که در هر کدومش از اینها خدا برای ما اختداری داده و اینکه ما بدونیم که در واقع در چه جایگاه ایستادیم و خدا میخواد در جایگاه درستمون بیسیم و کلام ما در اون جایگاه درست عمل کنه ما به عنوان افراد بالغ باید این تجربه داشته باشیم که بدونیم که در واقع اگر من به عنوان یک پدر میستم خدا به عنوان جایگاه پدری منو مس کرده خدا میخواد از اون جایگاه من عمل کنم اگر به عنوان شوهر ایستادم همینطور به عنوان فرزند خانواده ایستادم همینطور خدا میخواد که در واقع وقتی می ایستیم بدونم که در واقع من در این جایگاه چه امتیازی دارم حتی ممکنه بری سر کارت یه جایگاه چوق داری پادشاه هستی میری در پادشاهی میایی توی خونه نسبت به همسر چوهری برای بچه ها پدر هستی فرقی نمیکنه خدا میخواد که ما پوزیشن ها و جایگاه هامون رو بدونیم و اونجاست که در واقع خدا میخواد در جایگاه درستمون بیستیم و کلامی رو که به سه شاهد کلامی رو که باور دارم و یقین دارم و اون لوگوس خدا که در قلب من تبدیل به ایمان شده و این ایمان دوباره داره برمیگرده به عنوان یه لوگوس قرار دوباره جاری بشه و کاری انجام بده در جایگاه درستم من بدونم که به عنوان پدر اگر برای خانواده داری دعا میکنی برای بچه هات خداوند به نام عیسی مسیح به عنوان یه پدر دارم دعا میکنم اگر همسر هستی خداوند دعا کنی به عنوان یک مادر دارم دعا کنم اگر شوهر هستی به عنوان یک شوهر و سر خانواده داری دعا میکنی اگر زن هستی خداوند به عنوان یک مشاور به من حکمت بده که چگونه زندگی رو جمع و جور کنم و بتونم به همسرم کمک کنم تا بتونه زندگی رو به پیش ببره پس این که در واقع وقتی میسی در جایگاهی نمیخوام به شما یه شریعتی بدم اما خیلی خوبه که اعلام کنی حداقل اعلام کنی که برای خودت ملکه ذهنت بشه که وقتی داری دعا میکنی بدونی وقتی اسم خودت رو به عنوان پدر میاری یا به عنوان شوهر میاری یا به عنوان سر خانواده میاری یا به عنوان معاون میاری خودت میفهمی که آها اگر من الان در این جایگاه هستم پس میدونم که خدا برای من چی میخواد جایگاه من چیه اقتدار من چیه حمایت خدا چیه چون خدا باید پشت اون لوگوسی که اعلام میکنی امضا کنه آمین پس با هم صحبت کردیم وقتی عیسی داره صحبت میکنه میگه اگه به این کوه بگویید میدونیم که شاگردان داشتن میرفتن به جهت خدمت و مأموریت همراه عیسی پس میدونیم عیسی داره یه کاری انجام میده و به عنوان یه کار یه کوهی جلو ایستاده و اگر اون کوهی جلو تو ایستاده به عنوان شوهری به عنوان پدری به عنوان مادری به عنوان همسری یا هر چی که هستی رئیس یه شرکتی هستی موقعیتی داری جایگاهی داری از نظر اجتماعی از نظر شغلی از نظر تحصیلی جایگاهی داری و مانعی هست و میدونی که خدا منو اینجا گذاشته خدا اینجا منو گذاشته خدا گذاشته که دیدبان باشم خدا گذاشته که گوشش باشم خدا گذاشته که زبانش باشم خدا گذاشته که دست و پاش باشم خدا گذاشته که قلب او باشم خدا منو گذاشته که این باشم پس اعلام کن خداوند را تو مرا خواندی که من این باشم پس اگر این گونه هستی در همون جایگاهی که داری اعلام میکنی هاللویا اون کلام رو مطابق آنچه که خدا تو رو خوانده اگر کاهنی خب طبیعتاً به عنوان یک کاهن میسی خداوند تو ما برای کهانت خواندی پس به نام عیسی مسیح خداوند میخوام رحمت های تو بر این شخص رحمت تو بر این خانواده رحمت تو خداوند بر این زندگی بر این شهر بر این کشور بر این سرزمین بریسته چرا داری رحمت خدا رو چون که کاهنی پس اعلام می‌کنی خداوند تو ما برای خواندی پس هر وقت هست هستن که قلب شفاعت دارن و دوست دارن برای دیگران دعا کنن خدا به اونها عطا و فیض دعا کردن برای دیگران برای شفاعت کردن برای دیگران برای ایستادن روی زانوهاشون ایستادن و دعا کردن با اشکا و با غیرت برای دیگران دعا میکنن خدا رو شکر برای وجود شما چون که زمانی که شما دارید دعا میکنید یه عده خوابن اصلا نمیدونن شما دارید براشون دعا میکنید اما غیرت شما شما رو واداشته که برای اونها دعا کنید که وقتی از خواب بلند میشن هاللویا آسمان باز شنیده شده جوابش آمده برای اونها باشه آمین صبح که بلند میشم با شکرگزاری و سپاس هاللویا دردم رفت هاللویا مشکلم رفت هاللویا این نیازهای من برطرف شد هاللویا خداوند جواب داد پس اعلام کن که تو کی هستی به عنوان پادشاه میری کاری انجام میدی اعلام کن خداوند تو مرا خواندی به جهت پادشاهی و اقتدار پس من هم مواظبت کنم از این جایگاه پس به نام عیسی مسیح مطابق جایگاهی که به من دادی اجازه نمیدم هیچ چیزی خارج از پادشاهی و ملکوت تو که روی من و از طریق من داره اینجا اعمال میشه بخواد اینجا عمل کنه به نام عیسی مسیح هر پادشاهی تاریکی هر پادشاهی شیطان هر ملکوت شیطان باید از اینجا بره بیرون به نام عیسی مسیح آمین پس اعلام میکنید پس حداقل طرفی که داره قرار تو گوش کنه میفهم آها این میدونه این کلام رو میدونه خودشو میشناسه هویتشو میشناسه باور داره که کیه به خاطر همین کلامی که از دهان تو بیرون میاد میدونه که تو عیسی رو میشناسی میدونه تو تو پادشاهی خدا هستی میدونه جایگاه تو پادشاهی از دهان که باز میشه و سخن میگی میفهمه که تو این کارا هستی پس باید از تو اطاعت کنه آمین پس اینجاست که در واقع این مثال هایی که دارم به شما میزنم میخوام به شما کمک کنه که عادت کنیم که به عنوان مرد به عنوان زن شوهر خواهر برادر هر کسی اعلام کن وقتی میخوای دعا کنی ممکنه بعضی موقع مجبور باشی که در چند حالت دعا کنی اشکال نداره مقداری از دعا به نام پدر میکنی مقداری از دعا تو به نام شوهر میتونی بکنی اشکالی نداره برای پدر دعا هم با من همسر دعا میکنی. ولی اعلام بکن جایگاه تو اعلام بکن اینکه روح خدا بر من است و مرا مس کرده برای عیسی مشخص بود که کیه که روح خدا بر من است و مرا مس کرده تا الان اسیران از آزاد بشن مریضان شفا پیدا کنن نجات انجیل در واقع اعلام بشه آمین پس درباره این با هم صحبت کردیم که هر کدوم از ما جایگاه های مختلف داریم و اون کلام من در جایگاهی که میستم قدرت داره انگار خودم همراه کلامم هم دارم میرم راجب اون افسر رو میشنیدیم راجب اون زنی که در واقع کن آن بود شنیدیم درباره اینها با هم صحبت کردیم اما امروز میخوام ادامه بدم درباره همین جایگاه اگرتون باشه انتهای پیغام درباره این رسیدیم که در واقع نوع رابطه های ما با خدا هم همین یه نوع جایگاهه درباره ابراهیم شنیدیم که در واقع خداوند بهش میگه که پیش روی من بخرام و کامل شو و بعد از اون بر شنیدیم گفتیم که عیسی میگه که پشت سر من بیایید اگه طرف میبینیم که رول قدس ما رو به رفاقت دعوت که بالاخره ما نفهمیدیم که جلو باشیم عقب باشیم کنار باشیم خنوق به خدا راه میرفت ابراهیم میگه جلو حرکت بکن عیسی میگه پشت سر من بیاد به حال چطوریه اتفاق همش امروز میخوام پیغام رو از اینجا شروع کنم و باشه که خداوند بتونه اون مکاشفه ای رو که در واقع میخواد به شما بده از زبان من بتونه با شما در میون بذاره ما میدونیم در رابطمون با تسلیس ما هم سه تا جایگاه داریم از اون میدونیم خدای پدر از اون میدونیم عیسی مسیح به عنوان پسر خدا از یه طرف میدونیم که روح خدا رو داریم همه خدای واحد اما در سه جایگاه داره خودشو معرفی میکنه الان من در رابطه با پدر در رابطه با عیسی در رابطه با روح القدس میخوایم تعریف کنیم رابطه شما همینطور با خدای تسلیس رابطه ما با پدر گفتم به عنوان فرزند هست رابطه ما با عیسی به عنوان خادم هست رابطه ما با روح القدس همچون رفاقته وقتی در رابطه با پدر هستیم خدا میگه پیش روی من بخرام و کامل شو وقتی در رابطه روح هستیم به عیسی مسیح هستیم ببخشید میگه پشت سر من راه بیا و مرا را پیروی کن و مرا را خدمت کن اگه در رابطه با روح هستیم میگه در رفاقت روح در شراکت با روح ما راه میریم پس ما اینجا میبینیم که سر واقع سه تا پوزیشن داریم که اگر خودم رو در یک در واقع مسلس ببینم نه اینکه بیرون از مسلس خودمون در یک مسلس میخوام یه مسلسی بکشید روی زمین برای خودتون و دقیقا برید داخلش به اینجا که نگاه میکنی دابطت با پدر آسمانی به دست راست نگاه میکنی عیسی رو و به دست چپ رو القدس رو الان میخوام این رو یه مقدار برای شما باز کنم که این نوع رابطه وقتی من میایستم به عنوان فرزند اگه جایگاه هم درست تشخیص ندم و بخوام به عنوان فرزند بیستم اما در موضع خادم خدا دعا کنم یا در موضع خادم خدا میستم میخوام به عنوان یه فرزند دعا کنم نمیخوام به شما شریعت بدم بگه چه فرقی میکنه قد شلوغش نکنید ما دیگه برای مقدار باید بزرگ بشیم دیگه از توفولیت بیایم بیرون موضوع شریعت نیست موضوع شناخت خداست اول حقیقتی که کلام خداست و من باید به اینجا برسم که در آن واحد بتونم با روح القدس چنو رابطه ای داشته باشم ما باید اینو بشناسیم نمیتونیم همینطوری بگیم که نه با ولش کن دیگه اینقدر شلوغش نکنیم توی تسلیت جایگاه پدر مشخصه جایگاه عیسی با عنوان پسر خدا مشخصه جایگاه و پوزیشن روح القدس هم مشخصه من نمیتونم همینطور بگم که ای پدر من که روی صلیب برای من قربانی شدی پدر کجا قربانی شد شما یه آیه برای من بیارید که عیسی به مثلا کتاب مقدس به من که پدر رو صلیب قربانی شد عیسی قربانی شد نه پدر یا کجا من میتونم بگم روح القدس تو رو روی صلیب برای من قربانی شدیم روح القدس رو قربانی نشد روح القدس بعد از مرگ و قیام عیسی و رسولش به آسمان تازه اومد پس اینجاست که در واقع من نمیتونم اینها را جایگاهشون رو عوض کنم درسته هر سه خدای واحد هر سه اقتدار هر سه ی قدوسیت هر سه یک عدالت هر سه در هر چیز کامل بی نقص پرفکت عالی و متحد خدای واحد رو تشکیل میده اما من باید بدونم که وقتی میخوام دعا کنم خیلی مواقع مسیحا حتی تو دعا کردن میگه برادر من نمیدونم من وقتی دعا میکنم نمیدونم به نام عیسی دعا کنم با روح قدوس دعا کنم با پدر دعا کنم من نفهمیدم با کدومشون باید دعا کنم به خاطر همین نمیدونم لوگو سیر که میخوام اعلام کنم به عنوان دعا به کدومشون باید خطاب کنم بله دقیقا همینه تو که نمیدونی میخوام به شما بگم که ما باید بدونیم عیسی میگه به نام من از پدر بخوام پس من به نام عیسی با کلید و پسورد عیسی میتونم در حضور خدا دعا کنم اما چی دعا کنم خب به نام عیسی من میرم اما چی دعا کنم روح خدا از ناله های دل ما که قابل بیان نزد پدر شفاعت میکنه روح خداش که ما رو هدایت میکنه و نیاز ما رو بهتر از خودمون میدونه پس اینجاست که در واقع من باید در جایگاه هم بدونم به نام کی باید دعا کنم این لوگوس رو به نام کی اعلام کنم مسیح میگه به نام من دیوها رو بیرون کنید خب من بگم به نام روح القدس برو بیرون دیو خب میگه از کجا آوردی اینو این اقتدار مال عیسی است من نمیتونم جا به جا کنم اینها رو ما باید یاد بگیریم بزرگ بشیم و بدونیم که در خداوند کی هستیم به همین دلیل بارها و بارها و بارها کتاب مقدس میاد ما را با عناوین مختلف معرفی میکنه چون که میخواد رابطه های مختلف با خودش رو به ما یاد بده آمین پس به همین دلیل امروز میخوام درباره این نوع جایگاه ها با هم صحبت کنیم خدا رو شد که در مسیح ما هر سه نوع رابطه رو در خدای تسلیس هر سه با هم داریم اما من بعد بدونم که در واقع خب طبیعتا من نسبت به بچه هم مشخصه فقط پدرم نسبت به همسرم هم فقط شوهرم هم. نسبت به خانوادم بله من یه فرزند دارم تو هر جایی در واقع من جایگاه هم مشخصه من نمیتونم جا به جایی کنم باید جایگاهم رو بدونم و مطابق جایگاه هم رابطه هامو تنظیم میکنم مطابق جایگاه هم کلماتم تنظیم میکنم مطابق جایگاه هم به خودم اجازه میدم چی بگم چی نگم مطابق جایگاه هم میدونم که برای چی فرا خوانده شدم وظیفهم چیه هم چیه و خدا از من چی میخواد به همین دلیل گفتم بابا خواهر من تو اگر دختر خون واده ای نقش مادر رو بازی نکن یا اگر تو پدر خونه ای نیا نقش پسر خونه رو بازی کن و با پسر بگو بیا تو پدری بکن ما باید بدونیم نمیتونی بگه همینطوری که از اشکال نداره اتفاقا اشکال داره به خاطر همین اقتدار نداریم تو دنیای روحانی اگر یک لوگوس تو بعد قراره بره کاری انجام بده باید بدونه چه موضعی داری دعا میکنی آمین موضع و پوزیشن خودتو بدونی و اعلام بکنی در دنیای روحانی حتی خدا میدونه که در واقع تو میدونی چی میخوای ازش پس بیا با هم ادامه بدیم ببینیم که آنچه را که باهاش تمام کردیم امروز میخوایم باهاش شروع کنیم درباره ابراهیم خوندیم که هر سن و رابطه رو ما باهاش میبینیم در رابطهش با خدا امروز میخوام راجع به این صحبت کنم در هفته قبل سه رابطه را راجع ابراهیم و خنوق و شاگردان عیسی گفتم اما امروز میخوام راجع یه شخص مشخص به نام ابراهیم صحبت کنم که میتونی سمبولی از من و شما باشه که در آن واحد خودش راجع به سه نفر نمیخوام صحبت کنم راجع یک نفر صحبت میکنم و اون یه نفر امروز شما هستید که نمونه از اون رو از ابراهیم میخوام مثال بزنم که در آن واحد چه نوع رابطه ای می میتونه داشته باشه و ببینیم چه اتفاقی میفته و خدا برکت هایی که به ابراهیم میده قبلش چه اتفاقی میفته و به ابراهیم در چه موقعیتی در چه پوزیشنی او را برکت میده در چه پوزیشنی با او عهد میبنده و مطابق اون عهدی که باش میبنده ازش انتظار داره پس میخوام با هم بریم و نگاه بکنیم به کتاب مقدس همون ببینیم که کلام اونجا چی میگه در خروج باب 17 آیه 1 خدا داره به ابراهیم یک جمله ای رو میگه ابراهیم پیش روی من بخرام و کامل شو درباره این صحبت کردیم که اینجا انگار همچون یک فرزندیه که بچهش گذاشته جلوش پدر بچه رو نمیذاشه پشت سرش که یه اتفاقی براش بیفته به دو اتفاقی براش بیفته آسیب بخوره میذاره جلوش همیشه ببینن جلوی چشمش باشه همیشه پدر مادرها بچه‌ها رو جلوی چشمشون میذارن هیچ وقت پای سرشون نمیذارن همیشه جلوی چشمشون تو پارک میرن جایی میشنن و بچه میگه دور نری یا جلوی من باش دائم دیدید جلوی چشمم باش بچه بودید پدر مادر بتون میگفت از جلوی چشمم دور یا از روبروی من دور یا و دائم بچه جلوی پدر و مادرشه و این رابطه یه در واقع ما با خداست ابراهیم رو داره میگه جلوی من حرکت کن چشمای من روی توه رابطه دومی که در واقع بعدا میخوام باش صحبت کنم اما میخوام اول ستا نام ببرم و بعدا یک یکیش باز کنیم دومین رابطه ای که ما میبینیم تو خروج باب 18 آیه 3 میبینیم در ملاقات ابراهیم با فرشته خداوند که میگه سه تا فرشته بودن بعد اومدن فرشته خداوند و بعد میگه خداوند او فرشته رفتن خداوند ماند پس اینجا داریم میبینیم که ابراهیم یه جمله ای داره میگه و جمله ابراهیم اینه در ملاقات میگه ای ادونایی اکنون اگر منظور نظر تو شدم از نزد بنده خود عبور نکن ابراهیم اینجا خودش رو همچون خادمی داره میبینه که در واقع اون خداوند رو یا فرشته خداوند رو داره به عنوان ادونای به عنوان آقا سرور مولا به عنوان ادونای و خودش رو به عنوان یه غلام میگه چه میخوای برات درست کنم چی میخوای برات بیارم بخوری چه کار میخوای برات انجام بدم و سریع بلند میشه خدمتش میکنه ابراهیم خودش آقا داشت به خودش آقا بود و کلی کلفت و بکنن نوکر و کلی چیزای مختلف داشت اما نسبت به این خودش رو میبینه خودش خادم میبینه بعدم بازش میکنم و نکته سوم میبینیم که در واقع تو کتاب مقدس یعقوب باب دو آیه 23 میگه ابراهیم میوه ها آورد و برای او عدالت محسوب شد و دوست خدا نامیده شد آها چی شد؟ اونجا مثل بچه بود نسبت به خداوند یه جای همچون غلام و یه جای همچون دوست راجع به یک شخص و این برای همه ما هست در اینا که فرزند خداییم خدا میخواد که او را هم خدمت کنیم اما در این حال میخواد باش رفاقتم بکنیم پس عملا من در این تسلیس کجا هستم؟ یک فرزند، یک خادم و یک رفیق آمین؟ نسبت به پدر، نسبت به عیسی و نسبت به روح القدس اگر باز تو این تسلیس بخوام نگاه بکنم به عنوان یک فرزند سرم بالاست به پدرم نگاه میکنم ای پدر من که در آسمانی نامتو مقدس باد عیسی میگه این گونه دعا کنی پدر من که در آسمانی نام تو مقدس باد به با عنوان یک فرزند همیشه نگاه میکنی بچه ها سرشون بالاست به پدرشون نگاه میکنن و به عنوان یک خادم سرم پایینه در مقابل خداوندم بله خداوند بله ادونای بله هر چی شما ام میفرمایید پس نسبت به خداوند سر خداوند پایین میندازم اما نسبت به روح القدس سرم رو مستقیم میگیرم به عنوان یه دوست به عنوان یه رفیق به عنوان یک مشارکت و یک شریک فیس تو فیس با هاش میخوام راه برم دوش به دوشش میخوام راه برم پس بیایم اینها رو بیشتر باز کنیم و ببینیم که امروز خداوند چه چیزی رو میخوام با ما در میون بذاره به عنوان یک فرزند واقعا شما رو تشویق میکنن که فرزندی کن چرا اینا رو به شما میخوام بگم میخوام واقعا به عنوان یک ایماندار بدونی که جایگاه تو وقتی تشخیص بدی برکت های مخصوص اون جایگاه رو به دست میاری و میگیری اگر در جایگاه درست نباشی خیلی مواقع در واقع ما میبینیم که ما انگار از این تسلیس یه بود بیشتر نداریم از این تسلیس فقط یه بودی داریم زندگی میکنیم در صورتی که ما باید هر سه خدای تسلیس و پرستش کنیم هر سه رو به یک اندازه حرمت بذاریم به هر سه یک اندازه اعتماد کنیم به هر سه یکسان پرستش کنیم و به همین دلیل میخوام به شما کمک کنم چون که بعد از این پیغام شما یاد میگیرید که چگونه من دعا بکنم چگونه لوگوسم را اعلام کنم وقتی به عیسی میرسم چگونه لوگوسم اعلام میکنم وقتی به روح القدس میرسم چگونه اعلام میکنم وقتی به پدر میرسم چگونه لوگوسم اعلام, اعلام کنم اونجا در این جایگاه میبینی که قدرت لوگوس تو هللویا جواب داره اکثرا ما قاطی میکنیم و سر جایگاه اشتباه مییسیم که الان میخوام برای شما توضیح بدم کجا اشتباه میکنیم واقعا میخوام شروع کنم از رابطه اول ما به پدر به عنوان یک فرزند واقعا تشویقتون میکنم فرزندی کنید واقعا در حضور خداوند واژه بچگی رو نه به عنوان طفل بودن و ضعیف بودن و حقیر بودن و خام بودن و جاهل بودن نه 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 وقتی راجع به بچگی داری صحبت میکنی بعد میگه برای کلام خدا میگه تو زمانی که طف بودیم طف بودیم شیر میخوردیم حالا بالغین هستیم بله آمین باید بالغ باشید اما مشکل ما این بالغ ها میدینی چیه جالبه شما بگم تو اکثر مشاوره هایی که شبانی انجام میدم توی خدماتی که در واقع تر خدمت شفا آزدی انجام میدم باور کنین اکثر آدما اصلا بچگی نکردن. نه رابطه خوب با پدر نه رابطه خوب با مادر اصلا بچگیشون گم شده. بچگیشون دزدیده شده. بچگیشون آسیب خورده. یه تیکه از عمده زندگی اونها قطع شده. و به همین دلیل دائم میبینیم که اینها دوچار ناهنجاریهای های هستن و بچگیشون حسرته بچگیشون برایشون درده بچگیشون برای اونها چیز خوبی نیست یک فیلم تاریک و سیاهه حالا شما بگو بله ما باید بالغ بشیم آمین که تو الان بالغی اما با بچگی چی شده در رابطه روحانی ما هم همینه ما باید بتونیم واقعا در حضور خدا بچگی کنیم در حضور خدا استراحت کنیم در حضور خدا اون طف بودنمون اون فرزند بودنمونو بتونیم تجربه کنیم ما بزرگم بشیم در ایمان به هر جایی هم که برسیم آمین که در واقع ما باید همیشه فرزندی رو تجربه کنیم 120 سال عمرت باشه تو باید همیشه فرزندی در حضور خدا رو تجربه کنی و این چیزی که در واقع یه قدم ایمانیه ما احتیاج داریم در این قدم در این رابطه زندگی کنیم خیلی از ایمانداران بچگی روحانی نکردند تا وقتی ایمان آوردن توی محیط کلیسایی یا محیط جمعه در واقع مشارکت خانواده الهی قرار گرفتن سری وارد خدمت شدند خدمت 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 طبیعیه که در واقع شما دیدید بچه ها وقتی میخوان یه کاری انجام بدن یه دفعه یه سینی رو بهم میدن خب پدر مادرم زوق میکنه میگه آفرین بچه هم این بچه بزرگ شده خانه میشده حالا مثلا بچه چند سالش دو سال چه خانه میشده براش آقایی شده براش خب طبیعیه که پدر مادر خوشحال میشن از اینکه بچه هاشون بخوان یه کاری انجام بدن و خیلی خوبه که مسئولیت رو به بچه یاد بدیم اما بچه هنوز بچگی نکرده یه بچه میارن میگن بزرگ کن بچه رو این تفرک بچه هنوز هنوز تعم شیرین خواهر و برادری نچشیده شده مادر خونه شده پدر خونه و بعد وظیفه ای رو انجام بده که وظیفهش نیست خوبه که یه باری بتونن برداره حمایتی بکنن از بچگی احساس مسئولیت بکنن اما اکثرا بچگی ها دوزیده شده بعضی مواقع اینقدر هنوز بچگی نکردیم وارد خدمت خدا وارد خدمت میشیم وارد اینکه یک کاری برای خدا انجام بدیم یک باری رو برداریم یک مسئولیتی رو برداریم اینقدر مشغول هستیم که فرزندی رو فراموش میکنیم چند وقت پیش داشتم با یه نفر صحبت میکردم حرف سر حرف شد یه دفعه گفت که یادش بخیر دلم برای اون دوران ابتدای ایمانم تنگ شده چقدر دوران خوبی بود اما یه جایی به بعد همه چیز مشکلات بعد از مشکلات اومد واقعا بعد از اون صحبت به خودم داشتم فکر چرا یه ایماندار بعد از این همه سالها باید حسرت دوران بچگیشو میگم خیلی کوتاه بود سریع وارد خدمت شدم سریع وارد خیلی کارا شدم و هنوز بچگی نکردم مسئولیت سنگینی به عهدم گذاشتن هر کدام از ما به عنوان یه فرزند باید بتونیم دور از هر مشکلات خدمتی با حضور خداوند وقتی میریم واقعا با عنوان یه فرزند بریم که تشویق بنا و تسلی بگیریم ما احتیاج داریم و بعضی مواقع بزرگ شدن منظورم بلوغ در ایمان نیست بزرگ شدن نباید مانع فرزندی ما باشه خادم شدن کشیش شدن اسخف شدن پاپ شدن نباید مانع فرزندی ما در خدا باشه اکثر مشکلات احساسی روحی عاطفی و خستگی های ایمانداران افسردگی های ایمانداران دردها و مشکلاتی که روی ایمانداران هست به خاطر فشارهای بار مسئولیت دنیا و زندگی و خدمت و ایمان و غیر ایمان و خانواده اونها رو فشار آورده به خاطر اینکه واقعا در رابطه با فرزندی خداوند کم گذاشتن بیشتر خودشونو بالغ میبینن بعضی موقعی ایماندار یه جای خسته میشه یا میبره، ممکن دیگران مورد مسخرش قرار بدن که بابا اوتزشت دیگه برای تو بعد از این همه سالها نه ازش نیست او حق داره هنوز فرزند پدرش باشه حق داره در حضور پدرش بره استراحت کنه حق داره بره در حضور پدرش تسلی تقویت امید بگیره بیاد شخصی داشت شهادت میداد تو رابطه با پدرش که خدا چگونه بعد از این ملاقات با پدر زمینیش خدای مکاشفه ای رو براش باز کرده بود می گفت مدتی بود به خاطر وضعیت مالی خراب و مجبور بودم که سه شیفت سجا کار کنم و خستگی زیاد منو خیلی عصبانی و کلافه کرده بود و همین موضوع باعث شده بود که توی خون و وادم هم تنش به وجود بیاد و دائم با همسر و بچه هم عصبانی و تنخو شده بودم و خودم هم می دونستم. و احساس میگم روز به روز داره بدتر و بدتر و بدتر میشه میگه انقدر مشغول بودم که چهار ماه وقت نکرده بودم به پدرم سر بزنم میگه یکی از این روزها که در واقع تو این فشارهای سخت بودم و یه دعوایی هم تو خونه داشتم و اومده بودم بیرون سر کار بودم گذرم افتاد سمت جایی که خونه پدرم این هاست میگه گفتم حالا که اینجا نزدیکه برم یه سریم به پدرم بزنم میگه مادرم ما سالها پیش از دست داده بودم پدرم تنها زندگی میکرد میگه وقتی رفتم در زدم و پدرم اومد من رو بغل کرد و بوسید چطوری پسرم چرا اینقدر ضعیف شدی گفتم ای بابا الله بریم داخل بشینیم میگه رفتم نشسته بودم روی مبل و بهم گفت چطوری میگه همین که انگار یه چیزی منتظر بودم به من بگه میگه یه درونم ترکید و شروع کم گریه کردم به کنار پدرم نشسته بودم میگه دستش انداخت دور من و فقط منو نوازش میکرد گفت آروم باش گفت نمیدونم چه شده بود هق هق هق, هق فقط هق میزدم از همه چی بریده بودم میگه همینطور که در واقع گریه میکردم سرم هی اومد پایین و پایین و پایین و پایین یه دیگه دستش گذاشت رو سرم میگه یک آن نگاه کردم دیگه سرم اومده روی پاهاش همینطوری که افتاده بودم سرم اومده روی پاهاش میگه فقط میگفت آروم باش سرم میمالید با مهام میگفت آروم باش به آروم باش میگه هیچ چی نمیگفت فقط میگفت آرام باش آرام باش میگه اینقدر گریه کردم نفهمیدم بعدش چی شد اینگاه خوابم رفت یان بلند شدم دیدم یه بالش زیر سرمه یه پتو هم انداخته روی من میگم که یه دفعه بلند شدم بهم گفت که بیدار شدی گفتم که چی شد ساعت چنده میگه دو ساعت خوابیده بودم و بعد گفت که خیلی خوب کردی خوابیدی خیلی خسته بودی میگفتم بابا من دیرم شده بعد برم ببخشید معذرت میخوام من باید برم با کارام برسم میگه منو بغل کرد گفت نگران نباش آروم باش میگه اومدم بیرون احساس کردم یه بار یارو دوشام برداشته شده ای هم سر جاش بود قسطام سر جاش بود مشکلات خانوادگیم سر جاش بود فشار کاریم سر جاش بود اما احساس کردم یه بار یه روی مورد شما برداشته شده داشتم به خودم میگم چی شد یه دفعه همین ها رفت میگه اونجا بود که روی خدا خیلی واضح بهم گفت تو اگر روزانه نخوای با من وقت بذاری این بارهای زندگی تو رو خورد میکنه تو احتیاج داری که قوت بگیری در حضور من میگه یا آن فهمیدم که واقعا چند وقته وقت نکردم که در حضور خداوند استراحت کنم اینجاست که خیلی مواقع در واقع ما فقط فقط در حضور خدا میریم کاری انجام نمیدیم فقط در حضور خدا میریم خدا بارهای ما رو بر میداره آمین و ما احتیاج داریم که در واقع در حضور اون بریم میگه وقتی میرفتم به بابام گفتم که خیلی خوشحالم که تو هستی میگه بابام به بابا هم گفت که من خوشحالم که تو اومدی حالا خدا داره به ابراهیم میگه که پیش روی من بخرام و کامل شو واجه ای که در زبان عبری برای خرامیدن داره استفاده میکنه میگه هلاک به معنی دویدن تاتی تاتی کردن لیلی کردن راه رفتن و جست و خیز کردن معمولا بچه ها چطوری میرن هر کسی یه جوری برای خودش جلوی پدر مادرش راه میره دقیقا واجه خرامیدن این معنی را میده در آسودگی در آرامی و دقیقا مشخصات اگه یه بچه ای رو داره عنوان میکنه که در امنیت کامل که پشتش گرمه و جلوی چشمای پدرشه و واژه کامل شدن تمیم که از کلمه تمام میاد در زبان عبری به معنی شکل گرفتن فرم گرفتن به کمال رساندن کاری بزرگ شدن بالغ شدن و به مقصد رسیدن یا موفق شدن معنی میده کامل شو میگه بچه تو باید بچه تو بکنی جلوی چشمای من و زیر چشمای استیزبین من شروع کن به بزرگ شدن و روش کردن و راه رفتن و این اون چیزی که در واقع ما را بعد در حضور خداوند ببره احساس کنیم که در واقع در این حضور پشت من گرمه جلو برای من بازه و این همون چیزی که خدا از من و شما میخواد که در امنیت و با شادی روش کنیم این اتفاق توی پرستش ها اتفاق میفته ما احتیاج داریم در وقت دعا و پرستش مثل فرزندی که به حضور پدرش میره که تمام بارهاشو میذاره اونجا در حضور او باشیم در حضور او راه بریم در حضور او بخرامیم و در حضور او بزرگ بشیم بچگی و فرزند بودن گفتم واژه بچگی رو وقتی میشنوید بیشتر مفهوم تفلی که در واقع نفهمان و نادان و خامه نیست مثل اینکه فلانی بچه منه فلانی فرزند منه بیشتر سعی میکنم واژه فرزند رو استفاده کنم که متوجه بشید سوء تفاهم نیاد بر اونهایی که بالغن یه دفعه بگن ما بالغیم نمیخوایم بچه باشیم مسیح در انجل متا باب هجده های سه میگه تا بازگشت نکنید و مثل تف کوچک نشوید هرگز داخل ملکوت نمیشوید جالبه ما ایماندارانی هستیم که وارث ملکوت اما محروم از برکات ملکوتیم چرا؟ چون فکر میکنیم بعضی مواقع ما بزرگ شدیم دیگه زندگی مسئولیت و یادمون میره که ما فرزندیم اینقدر مشغول کار و خدمت و خدمت و خدمت خدمت چه روحانی؟ چه بعضی ما جسمانی؟ این برای خودم هم میگم یا برای امرار معاش زندگی باید تلاش بکنی یا برای خدا تلاش بکنی یا هر دو رو باید انجام بدی که من خودم نمونشم که بعضی مواقع رفاقت با روح القدس و فرزندی با پدر رو یادمون میره و این بار سنگین مسئولیت خانه و خانواده بار مسئولیت خدمت اینقدر فشار میاره که اون شادی تفگونه و بچگونه و در واقع فرزندی رو از دست میدی در متاباب 19 13 عده از بچه ها رو میارن تا ایسا بر ایشان دست بگذارد و ایشان را برکت دهد خوب گوش کنید میگه بچه ها رو میارن که ایسا دست بذاره و برکتشون بده اما میگه شاگردان ممانعت کردند. گفتن نه بچه ها نیان جلو عیسی میگه که جلوی اونها رو نگیرید ملکوت آسمان مال این بچه هاست فکر کنم اینجا رو میدونید چون که قبلا خوندید بزرگی آدم ها جلوی فرزندی برکتی یافته پدر رو میگیره این آدم های بزرگ یا بزرگی خودمون یا بزرگ شدن خودمون مانع از اینکه من فرزندم هستم بزرگ میشی فکر میکنی شوهری بزرگ میشی فکر میکنی زن هستی همسری بزرگ میشی فکر میکنی مادری فکر میکنی در واقع پدری بزرگ میشی فکر میکنی که هر چی که هستی این مانع میشه که ما فرزندی بکنیم همینطور که شاگردان عیسی و خدمت شاگردان عیسی و این خدمت که به عنوان خادمی و رسولان بودن جلوی فرزندی رو داره میگیره عیسی میگه اجازه بده فرزندان فرزندی کنن اجازه بده در حضور من بیان چرا بزرگ بودن شما و فکر میکنید بالغ بودن شما احتیاجی ندارید که شما بچه باشید و در حضور من به و آرامش بیابید و کامل بشید آمین اجازه بده بچه ها بیان ملکوت مال این هاست. و بعضی مواقع فکر میکنید بزرگ شدیم خدا را شکر شد بزرگ شدی اما ما احتیاج داریم در حضور خداوند فرزندی کنیم دختر خدا باشی پسر خدا باشی در حضور خداوند واقعا استراحت کنید اکثر بارهایی که روی زندگی ما ما رو فشار میاره چون وقتی برای در حضور او رفتن به خودمون نمیدیم یا خیلی کوتاه میدیم یا فقط کلیشه‌ای شده چی جلوی فرزندی تو رو در حضور خدا میگیره؟ بزرگی خدمتت؟ مشغولیت خدمت خانه و خانواده؟ یه چی داره اون رو میگیره که نمیذاره در حضور پدر بری؟ یادم میاد پارسای ما کوچولو بود خیلی کوچیک بود و اه من دستم درد میکرد خیلی کار سنگین انجام داده بودم و نشستم روی مب چشمان بسته بودم همینطوری داشتم برای خودم دعا میکردم یان دعا میکردم دیدم یه دستی اومد دوستم یان شکر شدم گفتم که یه دست خدا اومده و نگاه کردم دیدم که پارسا انگام میدونست که دست من درد گرفته اومده داره برای من دعا میکنه بچه که بود به عیسی میگفت مستر آمین گفت مستر آمین بابا ما خوب کن بعد خودش هم گفت آمین بعد گفت خوب شدی؟ یا آن هم در واقع ذوق کرده بودم از اینکه اینو داره به من میگه هم نمیدستم چی بیش بگم خنده هم گره به چی بیش بگم بگم آره بگم نه همین مستر آمین بابا خوب بشه خوب شدی؟ چاله به شما بگم که همون موقع خدا یه چیزی بهم گفت گفتم خودم واقعا چی بهش بگم گفت که با ایمان دعاشو انجام داد حالا مونده تو با ایمان قبول کنی بعد هم اونجا در جا بخواهی گفتم آمین میپذیرم بلند شدم یه مقدار مشغول کارهام بشم یه سر که گذشت یا گفتم ای. اون دردی که بعد داشتم نداشتم طرف بودن یعنی همین وقتی یه چیزی میگه همون ما هم داره میگه اینقدر یقین داره مستر آمین بابام خوب بشه آمین به خاطر همین ایسا داره به با بچه ها صحبت میکنه اون رابطه سمیمی دوران ابتدای ایمان دیادته نه به خاطر نوع ایمان بودنته چون اولین چیزی که تجربه میکردی فرزندی رو چون همون به تو نگفتم یا خدمت کن هنوز به تو نگفتم با روح القدس چطوری رفاقت کن تنها چیزی که بلدی یه پدر مهربان که تو در حضورش میخرامی و لذت میبری چون که تنها چیزی که بلد بودی همین بود اما برای خیلی خیلی, خیلی کوتاه بود اما در هر جای ایمانت هستی فراموش نکن تو همیشه فرزند خواهی ماند آمین به هر جا که برسی همچنان فرزند خواهی ماند امروز ریشه تمام مشکلات احساسی، عاطفی، شخصیتی و رابطی آدم ها رو تو بچگیشون میشه جستجو کرد. تا میرم پیش روانشناس تندی ها، ترچدگی ها، تلخی ها و همه رو تو بچگی جستجو میکنن. و چاله به شما بگم فشارهای روحی روانی های ایمانی و نوسانهای ایمانی هم باید توی بچگی روحانی اینها جستجو کرد. تو رابطه شون در بچگی و فرزندی با خدا باید جستجو کرد وقتی میره پیش روانشناس رابطت با پدر چطوری بود با مادر چطوری بود و شخص میاد وقتی تعریف میکنه اون شنونده داره میفهمه که آها این شخص مشکل داره در بحران خانوادهش مشکل داشته پدری ندیده یا مادری ندیده یا کیه کی یکی رو دیده یا اون یکی رو ندیده یا جنگ و جدال ها هرچی هست به زیر دست درست بالانس پدر مادر بزرگ نشده و به خاطر همین الان زده بالا توی امور روحانی هم همینه اگر واقعا ریشای مشکلات نمیتونی برگرد به سالهای ابتدای ایمانت و ببین توی رابطت با خداوند به عنوان فرزند بدون هیچ مسئولیت و خدمتی من کی هستم و من چی هستم پس بیایم برگردیم در رابطه فرزندی رو بازسازی کنیم آمین دومی رابطه‌ای که میخوام راجع بهش صحبت کنم رابطه ما با عیسی با عنوان کسی که پشت سرش راه میره به عنوان یه خادم خدمت سمره لبریز شدن رابطه تو با خدا باید باشه آمین اون چه که از رابطه تو با پدر آسمانی لبریز میشه اونی که میریزه بیرون اون ظرفی که میگه نه فقط ظرف مرا پر کردی بلکه کاستم رو لبریز کردی اون لبریز شدنش باید به دیگران برسه برای خدمت به دیگران بدی اضافی روغن تو, تو باید به دیگران بدی لبریز شدن مست تو به دیگران بدی لبریز شدن رابطه و محبتی که از پدر گرفتی به دیگران بدی اون آرامی و تسلی که از حضور پدر گرفتی به دیگران بدی اون برکتی که از او گرفتی رو به دیگران بدی در غیر این صورت خدمت که از روی لبریز شدن محبت خدا نباشه برای تو فقط یه بار و فقط یک شریعت و فقط یک مذهب خواهد بود و این ممکنه هر کدوم از ما توی این تلاش بیافتیم چون قول دادیم مردیم زنیم حرفش باید یکی باشه و دائم توی چیزی قرار میگیریم که توش در جا میزنیم میخوام این سه تا بودی رو که الان شروع کردم راجع به صحبت کنم برگردم به رابطه اول دوم و سوم و ببینیم که ابراهیم به عنوان یک شخص تو هر کدوم از این رابطه ها و تو این رابطه و تو این رابطه چه برکت متفاوتی گرفت و میدونیم که عهد عتیق رو ما باید با این نگاه کنیم که عیسی رو در جستجو کنیم ما باید در عهد عتیق روح خدا رو جستجو کنیم ما حتی در عهد عتیق میتونیم کلیسا رو جستجو کنیم چون که همه اینها سایه هایی از آن چیز که در عهد جدید حتی قربانی ایسا رو همه و همه در عهد عتیق سایه ها و پیغام ها و علامت ها و نشانه ها و نبوت های درباره کلیسا درباره ایسا و هر آنچه که به ایسا مربوطه جالبه وقتی درباره ابراهیم میگه که پیش روی من بخرام و کامل شو که بازش کردیم بعدش میبینیم که ابراهیم رو برکت میده و این برکت به عنوان یک کسی که انگار فرزندش رو پیش روش گذاشته ببینیم چه برکتیه برکت فرزندی عهدی رو با ابراهیم و نسل او میبنده و بهش میگه که بسیار بسیار کثیر خواهی بود بریم پیدایش 17 رو باز کنیم آیه یک بچه های ابرام 99 ساله بود خداوند بر ابرام ظاهر شد گفت من هستم خدای قادر مطلق که در زبان اصلی میگه یه ها پیش روی من بخرام و کامل شو عهد خیش را در میان خود و تو خواهم بست و تو را بسیار بسیار کثیر خواهم کرد خیلی خیلی زیاد خواهم کرد آمین شاید برای ابراهیمی که انگار یه طفل به سن و سالش نگاه نکن تو رابطه در واقع پدری این در واقع سمبولی از رابطه ما چون ابراهیم بعدا میشه اسحاق و بعدا میشه یعقوب و بعدا میشه اسرائیل و بعدا میشه کلیسا که امروز من و شما هستیم پس عملا وقتی نگاه بکنیم رابطه ما با خدا اینجا معلوم میشه که شما را بسیار بسیار برکت خواهم داد بسیار بسیار کثیر خواهم کرد انگار یه اتنه کلام نبوتی برای ابراهیم زمانی که این بچه هنوز خیلی چیزها رو از پدرش نمیدونه اما پدرش داره با او عهد میبنده و او رو برکت میده دوم وقتی نگاه میکنیم رابطه ابراهیم و با عنوان خادم در خروج باب هجده آیه سه یعنی یه باب اونورتر وقتی نگاه میکنیم میگه ناگاه چشمان خدا بلند کرده دید که این عکس مرد در مقابل او ایستاده و چون ایشان را دید از در خیمه استقبال ایشان شتافت و رو به زمین نهاد و گفت ادون ای. اکنون اگر منظور نظر تو شدم نزد بنده خود نزد خادم خود واجهی که استفاده میکنه ابد یعنی خادم غلام بمان اندکی آب بیاورن و پای تو رو بشورن و برای تو لغمه نان بیارن اما جالبه بعد وقتی میره جلو یک چیز میشه میگه و خداوند به او گفت همسر کجاست گفت توی خیمه است گفت تو باردار خواهی شد و فرزندی خواهید آورد برکت دوم به عنوان خادم میگه اسحاق قرار براش بیاد اسحاق سمبولی از باز کلیساست از فرزندان روحانیه از ثمره خدمت روحانی تو از ثمره مسئولیت و بار روحانی توست که خدا میگه نسل تو رو برکت میدم زحمت تو عقیم نمیمونه زحمت تو اینجا مخدوم نمیمونه خدا تو رو برکت میده و نسلی از تو لیا نسل روحانی از تو به تو عطا خواهد کرد آمین به عنوان یک خادم اینجا خودش معرفی میکنه اما وقتی میریم جلوتر رابطه این ابراهیم رو نگاه میکنیم تو کتاب یعقوب گفتم باب دعای 23 میگه ابراهیم ایمان آورد و او برایش عدالت محسوب شد و دوست خدا نامیده شد توی اشیا 41 آیه 8 میگه یعقوب تو در ذریت فرزند دوست من هستی راجب یعقوب داره صحبت میکنه میگه تو نسل ذریت دوست منی دوست من ابراهیم و اونجا با عنوان دوست داره معرفیش میکنه چون که من با این قول دادم تو رو برکت میدم و بعد توی خروج باب هجده اون ورتر هفده ابتدای هجده و تقریبا اون وره هجده میبینیم سه مرحله از زندگی ابراهیم سه تا ملاقات با خدا یه جا به عنوان فرزند خدا او را میگه بسیار بسیار برکت میدم یه جا به او فرزند جسمانی میده و یه جا با او رفاقت میکنه یه ابراهیم سه تا رابطه یک شخص سه تا رابطه و خدا در هر کدوم از این رابطه یک نوع برکت بهش میده و خدا نمیگه خب من یکی هم دیگه همین همی همی که از هست دیگه تو هر کدوم از اینها یه برکت بهش میده به همین دلیل وقتی در حضور خدا میری به عنوان فرزن نوع دعای تو عوض میشه وقتی در واقع به عنوان خادم خدا میستی و برای چیزی میخوای دعا کنی مثل یک کاهن مثل یک شاگرد مثل یک کسی که در واقع قرار خدمت بکنه یک نوع دعا میکنی وقتی در رفاقت روح القدس میستی یک جور دیگه باید دعا کنی و لوگوس تو کاملا در این سه حالت فرق خواهد کرد میخوام با یک شرح حال پیغامو به اتمام برسونم و توی شرح حال مجموعه ای در واقع از این آنچه که به شما گفتم و برعکسش اشتباه هایی که ما داریم انجام میدیم این روش درستی بود که درباره ابراهیم عنوان کردم اما روش های غلطش هم ببینیم چه اتفاقی میفته در هفته گذشته راجع صحبت کردیم که شاول چگونه در جایگاه پادشاهی ایستاد لوگوسش قدرت نداشت و باور نداشت به لوگوسش و چه اتفاقی افتاد اومد جایگاهش داد به داوود بعد از اون ور نگاه کردیم در جایگاهی که نباید می ایستاد رفته ایستاده و میخواد لوگوس درست اعلام کنه خدا میگه اصلا معلومه تو داری چه کار میکنی؟ چه فرقی میکنی؟ برادر دیگه ما حل حل شدیم نه بالغ باش در این حال یاد بگیر من در این تسلیس کجا هستم؟ من در این رابطه با خدای تسلیس کجا هستم؟ آمین وقتی میری در حضور خدا مثل طفل با عیسی همچون خادمی مقتدر با روح القدس چون رفیق و دوست میخوام بریم به کتاب پیدایش دوباره یه ذره اونورتر میریم از نسلی که قراره از این مرد بیرون اومد ابراهیم اسحاق و بعد میبینیم یعقوب میخوام بریم سراغ اسحاق و پسرش یعقوب و همسرش و بچه دیگش ما در کتاب پیدایش شرحال چهار نفر رو میبینیم که نشانی یه یک خانواده نامتعادل و به هم ریخت است که هیچ کس سر جاش نیست و متاسفانه در واقع نتیجه خوبی هم به همراه نمیدن اگر واقعا فیض خدا نبود در پیدایش اسحاق رفقه به عنوان همسرش دو تا برادر به نام ایسو و یعقوب میخوام بریم به کتاب پیدایش باب 27 شرحال برکت دادن اسحاق به فرزندشه و میخوام راجع به برکت گرفتن صحبت کنیم و وقتی در حضور خدا میری برکت رو چطوری میخوای بگیریم خیلی مهمه چون که اکثرا از همین روش این خانواده اشتباهی استفاده میکنیم و کلام خدا اجازه داد که نوشته بشه که درس عبرتی برای هر کدوم از ما بشه در باب 27 آیه 8 میبینیم که رفقه داره به ابراهیم به یعقوب میگه ای پسرم الان سخن من رو بشنو و در آنچه من به تو امر میکنم انجام بده ما میبینی که اسحاق قرار پسرش ایسیو رو برکت بده و بعد میاد میگه که من دیگه بیناییم از دست رفته و یه جوری دیگه نمیبینم دم مرگمه یه غذایی برو شکار بکن یه غذایی درست کن یه در جون بگیرم و بعد برکتت بدم. این شهرها رو بارها دیدیم و عناوین مختلف خوندیم و خیلی مواقع سوال به وجود میاد درباره این که چرا چرا خدا این این نخستزاده عیسی ای بود و قرار به خدا باید این برکت رو به این میداد و بعد چگونه یعقوب اومد اینو دزدید رفت و بعد دوباره برادر میاد میگه مرا برکت بده پدرش میگه دیگه ندارم رفت تموم شد میگه خب اوکی یعنی چی برکت بیشتر رفت تموم شد و سالهای اینچنینی زیاد در این باره به وجود میاد حالا شخصیت یعقوب بماند شخصیت عیسی هم بماند و رفتاری که مادرش به عنوان رفقه انجام میده و اسحاق انجام میده سعی میکنم اینو بازش کنم و بعد نتیجه گیری کنم مادرشون که میفهمه میگه که به پسرش میگه برو اما درباره باب 25 رو میخوام یه ذره برگردیم یه صفحه برگردید میگه وقتی اینا دو تا پسر به دنیا میارن آیه 25 با 25 آیه 27 میگه اون دو پسر نماف کرد و عیسی سیادی ماهر و مردی صحرایی بود اما یعقوب مردی ساده دل و چادر نشین آیه 28 اسحاق عیسی را دوست داشتی زیرا که سید او را میخورد اما رفقه یعقوب را محبت میکرد انگار یه تزادی مادره این بچه را برداشته پدرم اونو برداشته میگه مادر یعقوب دوست داشت پدر ایسو رو دوست داشت چرا؟ چون که بهش میرسید این یکی هم چون که بقل بود حالا بچه ننه بود هرچی بود کنار این مادری زندگی میکرد و اینجا مادری که در واقع توی خانواده آشفته داره به یعقوب میگه پدر قرار برکت رو بده به این برو ازش بگیر و اینجاست که معمولا سوال به وجود میاد اما میخوام برگردیم به چند تا آیه قبل توی باب 25 وقتی حامله میشه رفقه آیه 23 باب 25 آیه 23 پیدایش باب 25 آیه 23 خداوند به وی گفت دو امت در بطن تو هستند و دو قوم در رحم تو جدا شوند قومی بر قوم دیگر تسلط خواهد یافت اما بزرگتره کوچکتره را بندگی خواهد کرد پس اینجا یه نبوتیه که خدا داره به رفقه میگه که این دو نفری که تو شکم تو هستن به عنوان دو قلو اولیش نخوز زاده میاد بیرون اما برکت مال یعقوبه چون که اولیه که میاد قرار دومیه رو خدمت کنه پس اونی که صاحب برکته کیه؟ یعقوب یعقوب برکت رو ندوزید اما از روش اشتباه اون چیزی رو که در واقع مال خودش بود و مال رو دزدید و اشتباه مادرش هم همین بود آنچه که مال فرزندش بود و عربش اشتباه گرفتاد به بچهش و به همین دلیل ما میبینیم که در واقع خیلی من واقع بعد که بریم با دوباره باب 27 وقتی بهش میگه که برو و برای پدرت یه بزغاله بخور شو وردار بیار و من غذا درست کنم به براش و بگو که من ایسو هستم آیه دوازده با بیست و هفت آیه دوازده پیدایش بیست و هفت دوازده یعنی میریم دوباره جای قبل میگه شاید که پدرم مرا لمس نماید و در نظرش مثل مسخرهی شوم و لعنت به عوض برکت به خود آورم مادرش به وی گفت ای پسر من لعنت تو بر من باد قبلا جای موزه کردیم فقط سخن من رو بشنا و رفته آن را برای من بگیر و بعد میره میگیره میاره براش غذا درست میکنه این پونزه میگه رفقه جامعه فاخر پسر بزرگ خود یعنی ایسو را جامعه پسر بزرگ را پوشانید بر تنه پسر کوچکتر یاد چی میافتید؟ شاول نه؟ و پوست بزقاله ای را بر دست ها و نرمه گردن او بس سوپ و یاشی خورش یه چیزی رو درست کرده بود و داد به پسر خود یعقوب گفت برو بده آیه 18 میگه میره نزد پدر خود و میگه پسر من هستی یعقوب به پدر خود میگه من نخوزاده تو ایسو هستم یه دروغ آنچه به من فرمودی کردم بخور جان بگیر و من رو برکت بده آیه 21 اسحاق به یعقوب گفت ای پسر من نزدیک بیا تا تو رو لمس نمایم که آیا تو پسر من عیسو هستی یا نه پس یعقوب نزد پدر خود اسحاق آمد اون چیزی که مال خودش بود و خدا وعده داده بود و خوب بود نگاه کنیم با چه روشی داره میگیره آمد و او رو لمس کرد آواز آواز یعقوب بود لیکن دست ها دست های ایسو بود یعقوب یادش رفته بود که خدا خدای فیضه و این وعده را از طریق پدر بزرگش ابراهیم به اسحاق و به این داده بود و اون چیزی که مال اون بود و میخواست با روش های انسانی به دست بیاره بارها ما میبینیم این کار انجام میده جاهای دو با, با لابان همین کار انجام میده با خدا میگه میره سرش میده روی تخت رویایی میبینه خوابی میبینه در واقع نردبانی از بالا و پایین فرشته ها دارن بالا و پایین میکنن و به پیغام نبوتی و بعد بلند میشه جالبه اونجا دوباره چی داره میگه میگه که میگه اگر خدا خدای من باشی تو پیدایش 28 یعنی یه اونجا برای شما بخونم میگه یعقوب نس کرده گفت اگر خدا با من باشد و مرا در این راه که میروم حفاظت کند حالا خواب و دیده خدا هم برکتش داده خب گفته زمینی که داخلش هستی به تو میدم زوریت تو مثل قبار زمین خواهد شد و بعد میگه تو را از طریق تو تمامی قبایل زمین را برکت میدم اینک با تو خواهم بود حالا این همه تو خوابش برکت داده از خواب بیدار شده خب داره جواب میده یعقوب نس کرده گفت اگر خدا با من باشد و مرا در این راهی که میروم حفاظت کند و مرا نان دهد تا بخورم و رخت داد تا بپوشم تا به خانه پدر خود به سلامت برگردم هر آینه یهوه خدای, خدای من خدای من خواهد بود داره با خدا معامله میکنه عزیزم وقتی در حضور خدا میریم معامله ای نداره خدا خدای فیزه چرا ما شک داریم تو رابطمون با خدا چرا تو بخشیده شدن ما شک داریم چرا تو پذیرفته شدن از جانب خدا شک داریم چرا احساس میکنیم که من شخص نالایقی هستم در حضور خداوند چرا دائم امنیت نداریم احساس امنیت و آرامی در حضور خداوند رو نداریم که من پذیرفته شدم با خدمت بی خدمت من پذیرفته شدم خدا منو دوست داره خدا منو به خاطر خودم دوست داره چرا چون بچگی نکردیم به ما نذاشتن بچگی کنیم بچگی روحانی نکردیم رابطه فرزندی با پدری تجربه نکردیم و به همین دلیل دائم توی زندگی بارهای فشار زندگی دائم مشکلی به وجود میاد مطمئن نیستیم که پدر ما رو میپذیره پدر ما رو تایید میکنه پدر با هم ما خواهد بود چرا که تجربه در حضور او خرامیدن را نداریم یا کوتاه داریم یا شده حسرت یا ای کاش یادش به خیر چقدر خوب بود اون قدیم قدیم اما الان میتونیم اون قدیم رو دوباره در حضور خداوند تا ابد داشته باشی آمین خیلی مواقع میگه صدا صدای یعقوب بود و دستها دستهای ایسو ایسو از طریق کار دست سمبل کاره سمبل شریعته سمبل اینه که ما با کار میخوایم خدا را راضی کنیم از پدر برکت بگیریم برکت به خاطر کار نیست برکت فیض خداست چرا؟ چون نمیدونی بچه در حضور خداوند کاری نباید بکنه که خدا بهش برکت بده یه بچه کوچیک برای باباش چه کار باید بکنه که بابا بهش برکت بده یه بچه برای مامانش باید چه کار کنه که مادرش به شیر بده یه بچه باید چه کار کنه که مادرش پمپرزش عوض بکنه یه بچه باید چه کار بکنه که مادرش بهش بگه قربون صدقهش بره بگه, بگه دوستت دارم این نشون دهنده اینه که هیچ وقت بچگی نکردی و فکر میکنه باید یه کاری بکنه که مادرش بهش شیر بده یه کاری بکنه که پدرش بهش برکت بده یه کاری بکنه که یکی دست نوازش بر سرش بکشه چون که بچگی نکردیم در حضور خدا نخرامیدیم و کامل بشیم و بعد بیام خدمت کنیم و بعد بیام بار مسئولیت به با عهده بگیریم ما باید در حضور خودم با من فرزن بریم و بارهای مسئولیت به حضور رو بذاریم و بگیم خدا من تو من همینطوری دوست داری با کار بی کار با ضعف با هر شرایطی که دارم من تو رو میخوام من احتیاج به تو دارم احتیاجم در حضور تو استراحت کنم خسته شدم بریدم کم از فشارها از دردها از ناله ها از بحران های زندگی از اینکه همیشه نگرانم بعد همه چی رو در واقع بهده بگیرم و جور بکنم خسته شدم اومدم در حضور تو استراحت کنم مثل اون برادرمو که رفت پیش پدرش و پدرش فقط میگفت آرام باش آرام باش آرام باش پسرم دخترم آرام باش صدای یعقوب صدایی که در واقع با قول قرار و نظر و نیاز میخوای یه کاری بکنیم آره شرط اگر برام این کار رو بکنی باشه منم برات یه کاری میکنم اشتباه ایسو که میگه دستی هم چون دست ایسو چون بر پدرش دائم یه کاری میکرد پدرش دوستش داشت اگه یه کاری نمیکرد چی؟ و صدای یعقوب معنی چیه و جالبه اونجا میگه که آیه 22 و این سنگی را که چون ستون برپا کردم بیت ایل شود خانه خداوند شود و آنچه به من بدهی ده یک آن را به تو خواهم داد جالبه تو زندگی یعقوب که نگاه میکنیم هیچ کدومش انجام نداد هیچ کدام از آنچه که گفت و انجام نداد با اینکه خدا برکتش داد همه آنچه که خدا بهش گفته بود و بهش داد اما هر آنچه را که یعقوب گفته بود و هیچ کدامش انجام نداد من که نیدم و خیلی مواقع ما مشروط میریم و جالب خدا هم به ما میده ما هم که بیخیار گوش نمیکنیم برادر برم سر کار برادر فلان کنم برادر درآمد خوب بشه برادر خدا یه همسری بده برادر این کار به شوهر گیرم بیاد برادر من این کار کنم برادر اگه وقتم آزاد بشه میام برای خدا و هم ایتر کنم اکثرا هم نیست احتیاجی به با خدا عهد ببندی و نظری بکنی بدون کارم خدا تو رو دوست داره و ما باید این امنیت رو داشته باشیم این همه مسیح چرا احساس عذاب وجدان روح محکومیت برای چی شیطان دائم داره روح محکومیت رو ایمان داران داره میریزه چرا اینقدر محکومیت دارن قلب ایماندار پر از محکومیت چون که توی فرزندی با پدرشون مشکل دارن و دائم شیطان محکومیت پدر رو بره خوشون میکشه تو واقعا پسری اگه پدرت تو پدر پدر تو اصلا تو لایق این پدر اگه پدر این فکر کردی پدر تو رو میبخشه همه همینه دیگه غیر اینه؟ واقعا شما که داری نگاه میکنی؟ واقعا غیر اینه؟ نفهمیده فیض چی؟ نفهمیده که پدر یعنی چی؟ نفهمیده در حضور خدا من یعنی چی؟ خدا در هر جایی یه برکت میده درباره ابراهیم میگه چگونه کاری بکنم که قبلش به دوستم ابراهیم نگفته باشم تو باب 18 اونجا میگه پیش من بخرم 17 ابتده 18 همچنان قلامی خوش معرفی میکنه خدا اونجا یه برکته دیگه بهش میده و بعد میریم جلوتر میگه چگونه میخوام یه کاری انجام بدم به دوستم ابراهیم نگفته باشم به ابراهیم نگفته باشم ابراهیم دوستم هلی. من بعد بهش بگم این رابطه ما با روح قدوسه یعنی روح مکاشفه یعنی روح نبوت یعنی رویاها ها و فهم یعنی حکمت یعنی درک دنیای روحانی یعنی چشمانی که تا الان چیزی ندیده تو میبینی گوشهایی که نشده تو خواهی شنید و جلال خدا بر تو مکشوف میشه تو این رفاقت روح القدس این تو مکشوف میشه آمین خب طبیعی حالا که وقتی من با عمر رفیق با روح القدس نوع دعام فرق میکنه طبیعیه که وقتی من میدونم به عنوان خادم پشت سر خداوندم دارم راه میرم الان نوع دعا به عنوان کاهن فرق میکنه معلومه که وقتی در حضور پدرم میرم به عنوان ابا در حضور او نوع دعای من فرق میکنه اینو چیزی بود که ابتدای پیغام خواستم ما باید بدونیم در جایگاه درستون بیستیم و مطابق اون هللویا لوگوس دعا رو اعلام میکنیم آمین این اون چیزی بود که خدا امروز میخواست با ما در بذاره خدا را شکر برای خدمتت اما چقدر رفاقت روح داری چقدر مکاشفات روح داری چقدر روح نبوت روح فهم روح حکمت چقدر خدا وقایع را از قبل برای تو مکشوف خواهد کرد چقدر خدا چیزهایی به تو میگه که گوشهایی هنوز از اطرافیانت نشنیدن و چیزهایی بد نشون میده که چشمای بقیه کسی ندیده چقدر مطمئنه ایده هستید اما ما در راجع یک جامعه عظیم داریم صحبت میکنیم برگرد به اولین رابطه در حضور عبا واقعا فرزندگان کن همیشه فرزندگان کن نه ترس تنها جایی که اتفاقا احتیاج نیست ترسی داشته باشی در حضور پدره با عنوان فرزند برو نه به عنوان خادمی که کم آوردی کار تو تو حضور خدا نبر نیازات تو در حضور خدا نبر اما میتونی به عنوان کسی که خسته است در حضور خدا بری و استراحت بگیری اکثرا تا میگیم پرستش کنیم شروع میکنیم دعا کردن یه لیستی از تمام صورت حسابای سر ما و ته ما و عقب ماندگی و قسطا و تمام نیازها رو میبرید اشتباهه عزیز من اشتباهه در حضور خدا که میری فقط برای خود خدا برو خدا میدونه میدونه تو جیبت بیپوله میدونه دلت پر درده میدونه فقط اول استراحت کن اول استراحت کن شبت شالم در حضور خدا من شبت بیا سبت کن و سلامتی بیا در حضور خدا من بیست تا دوران استراحت و آرامی از سوی او فرا برسه آمین 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 محبت پدر در این تسلیس با تو فیض ایسا همراه تو و رفاقت روح القدس معرفت و دوستی روح القدس و مکاشفات و حکمت و نبوت روح در تمام مسیر راه های زندگی تو همراه تو باشد و بماند به نام ایسا شما رو برکت میدم از هر برکت آسمانی تا هفته آینده شما رو خدا من بسپارم آمین Thank <laughs> you.